سوال چهاردهم تعالیم اخلاقی مسیحیت چیست؟ در عهد عتیق قوانین فراوانی یافت می شود که خدا به قوم خود اسرائیل عطا فرمود. در ده فرمان که در کتاب خروج فصل 20 یافت می شود، خدا به ما دستور فرمود که والدین خود را محترم داریم و قتل و زنا دزدی و دروغ و طمع نسبت به مال دیگران را من فرمود. به علاوه دستورات و قوانین اخلاقی فراوان دیگری نیز عطا فرمود که یکی از آنها این بود. همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما. کتاب لاویان باب 19 هم آیه 18 ایسا هیچیک از قوانین الهی را تغییر نداد. بلکه به وسیله تشریح مقصود اصلی این قوانین آنها را تکمیل نمود. مثلا عیسی فرمود که اگر کسی به زنی غیر از زن خود به نظر شهوت بنگرد مرتکب گناه زنا شده است. قوانین عهد عتیق شخص را جهت عمل زنا محکوم می کرد ولی عیسی افکار شهوانی را که از قلب سرچشمه می گیرد و پایه اعمال شرارت و میز می شود محکوم می نماید. او دستور فرمود تا در گفتار راستگو باشیم و هر نوع قسم خوردن را من فرمود زیرا معتقد بود که می باید هر کلمه از گفتار انسان حقیقت محض باشد و در این صورت احتیاجی به قسم نیست. او به پیروان خود فرمود که نه تنها می باید یک دیگر را محبت نمایند بلکه دشمنان خود را هم محبت کنند و برای جفا کنندگان خود دعای خیر نمایند. او مستی و هر گونه عمل غیر اخلاقی را من فرمود. او فرمود که فرزندان خدا می باید کامل باشند به همان طریقی که پدر آسمانی ایشان کامل می باشد. هیچ هدفی عالی تر از این نمی توان یافت. انجیل متا باب پنج آیات 17 و 47 ایسا همچنین برای زندگی دستوری فرمود که در تمام سرزمین ها و در تمام دوره ها قابل اجرا می باشد و آن این است. آنچه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز به دیشان همچنان کنید. زیرا این است تورات و صحف انبیا. انجیل متا باب هفت آیه دوازده. این تعلیم گرامبه ها قانون طلایی نامیده شده است. این تعلیم کامل و اصولی نه فقط اعمال خلاف را نسبت به دیگران من می نماید، بلکه ما را تشویق می کند تا تمام خوبی هایی را که مایلیم دیگران نسبت به ما انجام دهند، برای آنها انجام دهیم. بسیار قابل توجه است که انجیل دستورات مفصلی در مورد غذا و لباس و سایر مسائلی که در طی قرون قابل تغییر و تحول است ندارد بلکه شامل اصولی است که در هر وضعی قابل اجرا و به همین دلیل دائمی می باشد. تمام تعلیمات عیسی را می توان در کلمه محبت خلاصه کرد. محبت عیسی مسیح محبت کامل بود. و او به شاگردان خود دستور داد که یکدیگر را محبت نمایند به همان طریقی که خود آنها را محبت نمود. انجیل یوحنا باب 15 آیه دوازده ما مسیحیان به خوبی می‌دانیم که این محبت مسیحایی را در خود نداریم ولی هنگامی که به یاد می‌آوریم چگونه مسیح به ما محبت نمود و برای ما جان داد از او سرمشق می‌گیریم که دیگران را محبت کنیم. رساله اول یوحنا باب چهار آیه نوزده روح مسیح روح محبت است و هنگامی که مسیح روح خود را در ما قرار می دهد در آن موقع می توانیم تمام مردم حتی دشمنان خود را مانند مسیح محبت کنیم رساله به رومیان باب پنج آیه پنج و باب دوازده آیات هیوده الا بیست و یک این محبت نباید فقط در قلوب ما بماند بلکه باید آن را عملا نشان دهیم یوحنای رسول میگوید که اگر کسی قادر باشد برادر فقیر خود را کمک نماید ولی از انجام این کار قفلت ورزد محبت خدا در وی نیست قسمتی از عالی ترین تعریفی که در مورد محبت نوشته شده و به قلم پولس رسول می باشد از این قرار است اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به حدی که کوها را نقل نمایم و محبت نداشته باشم هیچ سود نمیبرم. محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمیبرد. محبت کبر و غرور ندارد. اطفار ناپسندیده ندارد. نفع خود را طالب نمی شود. خشم نمیگیرد و سوء ندارد. از ناراستی خوشوقت نمیگردد ولی با راستی شادی می کند و در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید. در همه حال امیدوار می باشد و همه چیز را متحمل میگردد. محبت هرگز نمی شود. و الحال این سه چیز باقی است یعنی ایمان و امید و محبت اما بزرگتر از اینها محبت است رساله اول قرنتیان فصل سیزده محبت مسیح نسبت به مردم نه فقط به وسیله گفتار بلکه به وسیله شفای بیماران و قضا دادن گرسنگان و بخشیدن جان بر روی صلیب برای نجات گناهکاران ابراز شد. همین محبت مسیح است که پیروان او را علاقمند می سازد جهت شفای مریضان و یتیم خانه برای یتیمان و مدارسی جهت کودکان و مؤسسات دیگری برای خدمت به مردم تمام نژادها و مذاهب جهان تأسیس نمایند. عیسی مایل بود که محبت نشانه مختص شاگردان باشد. انجیل یوحنا باب 13 آیه 35 ما مسیحیان باید با کمال شرمساری اعتراف نماییم که محبت ما در اکثر مواقع بسیار ناقص بوده است. لیکن جمعی مسیحیان واقعی مایلند مانند استادشان به دیگران محبت نمایند.